حدود 10 روز پیش خبرگزاری اخبار شیعه با انتشار تصاویر و ویدیویی از ضرب و شتم زائران افغانستانی توسط نیروهای مرزبانی ایران هنگام ورود به خاک عراق خبر داد. حالا و بعد از گذشت چند روز یک بار دیگر هم نیروهای مرزبانی ایران از عبور زائران افغانستانی در مرز شلمچه ممانعت می کنند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. بنابر گزارش های رسیده به اخبار شیعه، جمعی از شیعیان افغانستانی که یک شنبه 27 شهریور به مرز شلمچه رسیدند با ممانعت مرزبانی ایران مواجه شده و نمی توانند برای زیارت عتبات وارد خاک عراق شوند. مرزبانی ایران به بهانه آنکه مرزبانی عراق اقدام به بستن مرزها نموده، از عبور این زوار ممانعت به عمل می آورد. حال آنکه منابع مورد اعتماد اخبار شیعه در تماس با مقام‌های وزارت کشور عراق تایید کردند که مرزهای ورودی به عراق برای زواری که دارای ویزای زیارتی باشند باز است. ویدیوهایی که توسط این زوار ارسال شده حکایت از آن دارد که اکثرا دارای گذرنامه قانونی هستند و همراه با زنان و کودکان و افراد سالخورده در گرمای منطقه مرزی بلا تکلیف و معطل ماندند. و علی‌رغم اصرار و التماس به مرزبانی نیروی انتظامی ایران همچنان از عبور ایشان ممانعت به عمل می آید. این زوار بلا تکلیف و دور از امکانات مناسب در موکب‌های مرزی موقتاً اسکان پیدا کردند تا اجازه عبور به سمت عتبات مقدسه به ایشان داده شود. گزارش های تکمیلی و مصاحبه هایی که رسانه های رسمی ایران هم با این زوار انجام دادند، حکایت از آن دارد که مهاجرین افغانستانی مقیم ایران در طول هفته های پیش از اربعین در انتظار صدور برگه عبور یا گذرنامه پناهندگی برای سفر به عراق بودند و این مدارک تا پیش از اربعین به دست ایشان نرسیده و ظرف روزهای اخیر مدارک مذکور صادر و زوار بلافاصله عازم مرز شدند که اکنون با ممانعت مرزبانی ایران مواجه شدند. در بخشی از ویدیوها بعضی از این افراد تایید می کنند که شیعیان پاکستانی و حتی ایرانی اجازه عبور از مرز دارند، اما نسبت به زوار افغانستانی تبعیض روا داشته می شود. در هفته‌ها و روزهای منتهی به اربعین حسینی هم شیعیان افغانستانی که از ظلم و جور سنی‌های تندروی طالبان گریخته و عازم زیارت اربعین بودند، با بدرفتاری مرزبانان ایرانی مواجه شده بودند. شیعیان مظلوم افغانستان هم از ظلم و کشتار و سرکوب طالبان خسته و غمگین و آواره هستند، هم در سایر بلاد قربانی تبعیض و بدرفتاری می‌شوند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. ما افغانی ها خیلی بدبخت به خاطر از اینکه هیچ کسی نداریم، کسی کار نداریم، ملت درست حسابی نداریم. خیلی ممنون، تشکر.